در مورد قانون گوز صحبت میکردیم. اول تعریف کردیم که اگر ما یک رویه داشته باشیم که مساحت A داشته باشه، بردار A بهش نسبت میدیم و بردار A برداری که اندازش مساحت رو به من میده و جهتش عمود بر سطحه، و اگر در فضا یک میدان الکتریکی داشته باشم ای، انتگرال ای ضرب در دی ای روی کل این سطح به من شار میده، شار الکتریکی که مقایسه کردیم این مسئله رو با شار یک شارهی مثل آب یا هوا که از داخل این قاب میتونست رد بشه اگر اون میدان ای میدان سرعت میبودش. بعد از این مفهوم شار من به قانون گاوس رسیدم که حالا اگر یک سطح بسته داشته باشیم، و شار الکتریکی گذرنده از این سطح بسته رو محاسبه بکنم، اگر این شار مثبت بود به طور متوسط، یعنی اینکه در روی کل این سطح یه مقداری جریان به سمت بیرون بود، معنیش اینه که داخل یک چشمه بار وجود داره، یعنی اینکه چشمه میدان وجود داره که بار مثبته. اگر این شار به طرف داخل بود، داشت به دلیل میریخ داخلی، تو این مجموعه باید یک بار، یک چاهی که معادلش بار منفیه توی زبان ما وجود داشته باشه. اگر صفر بود، بار خالص داخل این صفره. برای همین قانون گاوس از اینجا در اومد که این مساوی میشه با کیو باری که داخل این سطح بسته محصوره تقسیم بر اپسیلون صفر. این شد قانون گاوس. از این قانون من استفاده خیلی زیادی میکنم. چند مثالش زدیم توی این کلاس، بذارید چند مثال دیگه من امروز بگم. یادآوری میکنم، گفتیم اگر یک خط بار داشته باشم که چگالی سیگما داشته باشه، و این صفحه بی‌نهایت بزرگ باشه، من میتونم سطح گوس یا استوانه بگیرم، روی دیوارهای جانبی انتگرال صفر به اینکه میدان از روی تقارن ها میتونم حتی بذارم میدان باید عمود بر این سطح باشه، هر جایی از روی تقارن اینو به دست میارم، بعد به خاطر این تقارن میدان جانبی شاری که از این سطح سود جانبی میگذره صفره، شاری که از این دوتا سطح میگذره میدان اگر مقدار ثابتی باشه هستش ای ضرب در مساحت ها، یه دونه از این سطح میگذره یه دونه از اون سطح، شار به طرف بیرونه برای هر دو حالت، میشه دو برابر این عبارت، برابر میشه با باری که داخل این سطح محصوره تو این حجم محصوره که میشه اون قسمت از این تقسیم بر اپسیلون صفر، که کیو تقسیم بر ای هم به من همون سیگما رو میداد. این نتیجه میشدش که میدان برابر است با سیگما تقسیم بر دو اپسیلون صفر. جلسه پیش یکی از دوستانتون از ما سوال کردش که چرا فقط باره که داخله در زمین میگه، مگه میدان فقط ناشی از این باره؟ میدان که تو فضا هست که بارهای دیگه هم سهم دارن دیگه، بر هم نهی میگه همه ناکار. این نکته که جلسه پیش من مطرح کردم دقیقا همین بودش که میخوام این دفعه بیروش تاکید بیشتری بکنم. میدانی که در کل فضا ایجاد میشه ناشی از تمام بارهاست. مطمئنا اگه من یه همچین باری رو در اینجا قرار بدم میدانش اون شکلی نخواهد بود که من به دست بودم، رابطش همین نخواهد بود که دست بودم. میدان در کل فضاست و ما به استفاده از میدان در کل فضا تقارن‌هایی که داره تونستیم این میدان رو به تشخیص بدیم چگونه است، ولی مستقل از اینکه میدان در این فضا چگونه باشه که ناشی از تمام بارها در فضاست، انتگرالی که من گرفتم برابر بار داخل این خواهد شد. در هر صورت مقدار انتگرال فرقی نخواهد کردش. میدان در اینجا میتونه با اینجا متفاوت بشه، تغییر کنه اگر بار وجود گرا باشه، ولی انتگرالی که رو میگیرم قانون گوس داره اینو میگه، انتگرالی که میگیرم روی این سطح و شاری حساب میکنم مستقل از اینکه بارهای دیگه چجوری توزیع باشن، کل انتگرال
کل این عبارت مقدارش برابر بار داخل میشه، ولی مقدار میدان در هر نقطه بستگی به هندسه داستان داره. برای اینکه مسئله یه مقدار مشخص بشه، به مشخص تر بشه، بذار یه مثال یه مقدار گیج کننده تر بذارم براتون. مثالی که معمولا توی کتابا وقتی زده میشه همیشه با یک شروعش به حالت پارادوکسی داره و آدمو گیج میکنه. من جلسه پیش توضیح دادم که اگه من یک سطح رسانا داشته باشم، یک حجم رسانا داشته باشم، یک ماده رسانا و اینو باردارش بکنیم و اینو باردار بکنیم، مقدار باری که تمام باری که داریم به دلیل اینکه در داخل سیستم نباید میدان باشه و با استفاده از قضیه گوس که برای هر ناحیه میتونه استفاده کنه و انتگرال این رو صفر میشه، پس ما باری در هیچ کدوم از این داخل این سطوح گوس نباید باشن، میشد نشون داد که در داخل این سطح حجم هیچ باری وجود نخواهد داشت. تمام بارهای الکتریکی میرن روی دیواره جمع میشن و میدان الکتریکی در داخل حجم رسانا برابر صفره. حالا اگه من سوال بپرسم از شما که نزدیکی این دیواره، نزدیکی این دیواره میدان چقدر، خیلی نزدیک به این دیواره میدان چقدره، میتونیم یه سطح گوس مشابه همون سطح گوسی که اینجا داشتم رو حساب بذارم. اولا در نزدیکی، خیلی نزدیک به دیواره دارم میام، در نزدیکی دیواره میدان باید حتما عمود باشه در سطح رسانا. چرا؟ اگر مؤلفه داشته باشه باعث میشه که شارش داشته باشه، اگر در نزدیکی این دیواره روی دیواره میدان مؤلفه موازی به سطح داشته باشه باعث شارش بار جریان الکتریکی میشه و بارها جابجا خواهند شد. اگه بارها، چون رسانا میتونه همیشه اگر میدان وجود داشته باشه میدان در راستای میدان بار حرکت میکنه توی یک رسانا، ولی اگر این میدان عمود بر سطح باشه به خاطر اینکه جبار نمیتونه از سطح رسانا خارج بشه اونجا متوقف میشه، روی دیواره میمونه. پس میدان در نزدیکی رسانا روی دیواره رسانا همیشه باید عمود بر سطح باشه، هر جایی که باشه عمود بر سطح. مؤلفه موازی معنیش اینه که جریان، و چون که این رساناست این جریان اتفاق میفته متوقف بشه. اگه متوقف شد و به الکتروستاتیک رسیدیم، حتما در حالت استاتیک باید این میدان عمود بر سطح باشه. پس میدان عمود بر سطح، اگر سطح گوس هم و یه استوانه مشابه هم بگیرم باز روی دیوارهای جانبی انتگرال صفر میشه، چون که این ضرب برد ضرب نقطه‌ای زاویه ای و ای در روی سطح جانبی 90 درجه میشه، صفر میشه در داخل این. و در واقع من اگر انتگرال این فیلو بخوام حساب بکنم، این انتگرال به سه تا جمله تبدیل میشه، یکی روی سطح روی قاعده داخل، قاعده استوانه که در داخل هستش، یکی سطح جانبی، یکی قاعده خارجی، اون صفحه دایره خارجی. در داخلی میدان همه اینا ایده ایه، اینجا میدان صفره، پس کل این عبارت میشه صفر. در داخلشون رو گفتیم داخل رسانا میدان وجود نداره. در سطح جانبی ای و ای بر هم عمودن، سطح جانبی و میدان که در راستای عمود بر سطح بود بر هم عمودن، پس این هم میشه صفر. تنها چیزی که باقی بمونه این سطح خارجیه که میدان عموده همجهت با ایه، پس زاویه بینش میشه کوسینوسش میشه یک و این میشه مقدار ای هم توی نزدیکی، چون این سطح گوس خیلی کوچیک گرفتم مقدار ثابتی از انتگرال خارج میشه. این عبارت برابر میشه با ای در اون نقطه ضرب در ای مساحت، و این مقدار ای ضرب در ای مساحت به قانون گوس باید برابر باشه چگالی باری که در داخل این سطح قرار گرفته، برابر باشه با کیو تقسیم بر اپسیلون، که کیو تقسیم بر ای هم میشه سیگما، نتیجه میشه ای مساوی با سیگما تقسیم بر اپسیلون صفر. این رابطه رو با این رابطه مقایسه کنید، یه اختلاف خیلی عمده داره، یه ضریب دو با هم اختلاف داره. هر دو اینها میدان ناشی از یک بارن، یک چگالی بارن که در نزدیکی سطحشون میتونیم برای هر دوشون یکسان بگیریم. فرض کنیم که دیواره خیلی بزرگه،
در مورد این چگالی بار به دلیل تقارن‌هایی که مثلا در واقع به دلیل بارهای دیگر قرار گرفتن بارهای دیگر ما یه تقارن‌هایی داشتیم، ولی میدان در دو طرف وجود داشت. یعنی نتیجه کل این بارها باعث شد در دو طرف میدان وجود داشته باشه و این باعث شد که میدان در هر سمت برابر سیگما تقسیم بر 2 اپسیلون 0 باشه. اینجا میدان در یک سمت فقط وجود داره و اون سمت وجود نداره و میدان در این سمت هست سیگما تقسیم بر اپسیلون 0، چون که هر دو اینها مقدار برابری از بار رو تو خودشون نگه میدارن توی سطح گسیل. چرا حالا اینجا این گوره است؟ به خاطر اینکه میدان در این سمت صفره ناشی از چیه؟ بارهای دیگه است. این بارها جوری چیده شدن روی فضا که میدان در اینجا رو صفر بکنن. یعنی اگر این بارها نبودند، این جزء فقط بود، هم این طرف میدان ایجاد میکرد، هم اون طرف میدان ایجاد میکرد. ولی اثر بقیه، پس اگر این بقیه نبودند، اینجا یه میدان من به این سمت داشتم، یه میدان من به این سمت داشتم. اثر بقیه این گونه شده که اینجا میدان رو خونسا کرده، پس اثر بقیه میدان این گونه خواهد داشت اینجا که اینو خونسا میکنه و صفر میکنه و مطمئناً همین اثر یه ذره اونوقتاً فرق نمیکنه. یعنی بقیه این بارها میدانشون اینجا و یک اپسیلون قدم جلوتر نباید فرق کنه و باعث میشه که اگه این ور میدان رو صفر میکنه، این ور رو میدان دو برابر بکنه. پس اثر بقیه بارهاست که باعث میشه که سیگما تقسیم بر اپسیلون صفر داشته باشیم. یعنی اینکه میدان ناشی از یک بار چگالی بار صفحه‌ای روی یک رسانا دو برابر باشه نسبت به میدان ناشی از همون چگالی روی سطح نیم رسانا روی تخت که میدان در دو طرف وجود داره. بخش نارسانا، سطح نارسانا به تخت که در دو طرف میدان توزیع شده، چون اونجا چیزی نیست که اینو خنثی کنه. پس اثر بارهای دیگه است که اینجا داره دیده میشه. این نکته خیلی مهمه که من قانون گاوس نمیگه که میدان ناشی از بار داخل اینه، میگه انتگرال میدان ضرب در A شاره که معادل نشون میده که من در داخل این چشمه دارم یا در داخل این چاه دارم. فقط این اطلاعات رو به من میده. اون چیزی که به شما میگه که میدان چگونه است، اون تقارن هاست که به من کمک میکنه که با انتخاب یه سطح گاوس مناسب، با انتخاب یک سطح گاوس مناسب، من میتونم با استفاده از تقارن ها میدانت به دست بیارم. ولی این تقارن ها ناشی از کل توزیع بار در فضاست. یعنی با اطلاعاتی که ما از کل توزیع بار در فضا داریم، این اطلاعاتی که انتخاب سطح گاوس بر اساس اون به دست میاد، یعنی اون بر اساس این توزیع و تقارنات که ما میتونیم سطح گاوس مناسب رو انتخاب بکنیم. این یه نکته. اگه من یک کره باردار داشته باشم به رسانا، این کره باردار رسانا با همین توصیفاتی که کردیم به تقارنی میتونیم که بار کیو اگه در اینجا وجود داشته باشه، این بار کیو روی سطح این کره به طور یک نواخت توزیع میشه، به خاطر اینکه اگه به طور یک نواخت توزیع نشه، تقارنی که من دارم تو مسئله به هم میخوره. انتظار دارم که این بار به طور یک نواخت توزیع بشه. حالا اگر داخل این کره یه حفره من بذارم، حفره کروی بازم و هم مرکز با کره بیرونی، در واقع یه پوسته کروی بشه که تقارن دورانی نشکنه. اگه این پوسته کروی یه طرف بود، تقارن شکسته میشد. الان تقارن دورانی رو دارم همچنان. اگه من این کره رو حلو مرکز بشکنم، هیچ چیز تغییر نمیکنه. و همچنان میدونیم جلسه پیش صحبت کردیم که اگر از داخل یک رسانه من یک حفره بردارم، هیچ تأثیری نمیذاره و در داخل این حفره هیچ میدان باری توزیع باری رو سطح داخلی نخواهیم داشتش. این تا زمانی بودش که من فقط حفره رو ور میداشتم. حالا اگه بیایم مثلا یه ذره عوضش بکنیم و در داخل این حفره یه دونه بار الکتریکی بذاریم و من برای اینکه مثلا یه ذره پیچیده ترش بکنم، بار الکتریکی رو در مرکز حفره نمیذارم، میذارمش یه کمی خارج از مرکز، یه بار کیو اینجا قرار بدم.
بار کیو کل هم روی کل کره بیرونی قرار داده شده. حالا میتونه این مثبت منفی باشه، خیلی مهم نیستش، اینو برای میتونه منفیش کنیم، این مثبت باشه اون منفی باشه، اهمیت هم نداره تو بحث من خیلی. خب اتفاقی میفته چیه؟ الان چه اتفاقی میفته؟ نگاه کنید در داخل فلز، در داخل فلز هیچ میدان الکتریکی نباید باشه. این حرف همیشه درسته در داخل رسانه، هیچ میدان الکتریکی نباید باشه، یعنی توزیع بار باید جوری خودش رو جابجا بکنن، بارها جابجا میکنن که میدان صفر نشه. اگه میدان صفر نباشه هنوز بارها میتونن حرکت کنن، الکترون ها میتونن حرکت کنن و این باعث میشه که بار مثبت منفی توزیعش به هم بخوره. وقتی شما به حالت تعادلی میرسید بعد میدان در داخل فلز صفر شده باشه، یعنی حتما در این ناحیه درونی ای باید مساوی صفر باشه. این به من میگه که اگر یه سطح گوسمو اینجا بگیرم، این سطح گوس ما باشه، انتگرال ای دی ای در روی این سطح گوس صفر خواهد شد، حتما، چون ای صفره. پس در داخل یه دونه کره، در داخل یک کره، این داخل این سطح گوس بار خالص نباید وجود داشته باشه، مجموع بار مثبت منفی باید صفر بشه. خب من یه بار منفی که اینجا داشتم، پس نتیجه میگیرم که یه مقدار بار مثبت باید چیکار باشه؟ روی سطح داخلی کره وجود داشته باشه. پس من یه مقدار بار مثبت اینجا خواهم داشت که مجموع این بار صفر بشه. چقدر بار مثبت اینجا خواهم داشت؟ دقیقاً به اندازه مثبت کیو باید بار داشته باشم روی سطح داخلی کره. اگر این بار در مرکز کره بود، اگر بار در مرکز کره بود به دلیل تقارن این بار هم با تقارن توزیع میشد در فضا، چون که با صورت تقارنی میتونستش میدان رو در همجا صفر کنه. ولی اگر بار در مرکز کره نیست، یه جای قریب به دیوار نزدیکتره، اونجا هم احتمالاً باید بار مثبت بیشتری باشه بتونه میدان رو در اینجا صفر بکنه، میدان در نزدیکی صفر بشه در صورت. پس توزیع بار مثبت در داخل کره اگر این بار منفی در مرکز نیست، بار مثبت حتما متقارن نخواهد بودش، توزیعش به هم میخوره، چگالی یکسان نخواهد بود، چگالی سطحی بار در همه جا یکسان نخواهد بودش. تا اینجا در مورد داخل کره. در مورد بیرون کره چی میتونم بگم؟ بقیه بار مثبت کیو رو داخل کره نشست، کل کره بار مثبت کیو بزرگ داشت، پس بار مثبت کیو منهای کیو روی دیواره بیرونی باید بشینه. حالا سوال که میشه پرسید اینه که آیا این بار متقارن میشینه یا اینکه توزیع اینا باید یکسان نباشه؟ یعنی توزیع نامتقارن باید داشته باشه. در مورد داخلی گفتم اگر این رو مرکز نبود حتما اینا نامتقارن باید باشه، چون میدان بتونن اینجا صفر بکنن. نکته خیلی مهم اینه که از اینجا که اینا میدان صفر شد، دیگه تا هر چقدر دور بشید میدان این بارها توزیع در فضا صفر شده. اینا جوری نشستن باید صفر شد. و چون که این بارهای داخلی هیچ اثری روی میدان خارجی ندارن، اون بارهای خارجی اصلا نمیبینن بارهای داخلی رو. پس این عدم تقارنی که توی مسئله ظاهر شده تا اینجا کشته شد، به وسیله این سطح رسانه از بین رفت. از اینجا به بعد من دوباره یک کره متقارن دارم و بار باید توزیع یک نواخت داشته باشه، چون که اثر این میدان ها برهمنهیه، اثر میدان ها صفر شد در اینجا، وقتی صفر دیگه اثری ندارن داخل. درسته این تقارن شکونده کیو از مرکز رفته بیرون، ولی این به کمک این بارها اثرش از بین رفت و دیگه هیچ اثر این ناحیه نامتقارن روی بقیه فضا نخواهد داشت. از اینجا بعد بقیه فضای من مثل بقیه کره من مثل یک کره متقارن رفتار میکنه و بارها کاملا توزیع یک نواخت خواهد داشت. اینها اطلاعاتیه که من میتونم به کمک قانون گوس بگیرم از سیستم، یعنی فقط با نگاه کردن به همین اطلاعات که من یه دونه رسانه دارم و قانون گوس بذارم میتونم اطلاعات از توش در بیارم. ولی اون چیزی که باید بهش دقت بکنید اینه که ما در مورد میدان الکتریکی ناشی از یک مجموعه بار همیشه اصل برهمنهی داریم، ولی یادمون باشه که برهمنهی
به معنی این نیستش که بارها نمیتونن جابجا بشن. اگر جابجا بشن بعد این میتونه برای فرق میکنه دو تا جسم نار سانا رو به نزدیک هم بکنم یا دو تا جسم رس سانا رو نزدیک هم کنم. اگر من این بار رو تو یک جسم نار سانایی میذاشتم که سطح توزیع کیو روی سطح خارجیش بار کیو روی سطح خارجیش توزیع یک نواخت شده بود و این جسم منفی کیو رو در داخلش میذاشتم، توزیع بار به هم نمیخورد، همین میموند و میدان در هر نقطه مجموع میدان این دو تا جسم بودش. ولی وقتی بارتون محیط رساناست، بارو که میذارید توزیع بار رو به هم میزنید و توزیع بار جدید به شما میدانهای جدید رو میده و این نکته خیلی مهمی هستش. معلوم به این مثال دوباره مثالی میرسم که این نکته رو توش چندین بار رو چندین بار تکرار خواهم کرد درش. خب سوالی هست؟ سوالی هست؟ نه؟ در قسمت نه کل این کرهه، کل این پوستهه بارش کیو بود، مقدار مثبت کیوش رفت اینجا نشست، پس اون چیزی که بیرون میشینه کیو منهای کیوه، چیزی که بیرون میمونه میشینه. خب یه داخلیه به خاطر اینکه این سطح گوس من گرفتم، در روی سطح گوس میدان همه جا صفر بود، پس این ای صفره، پس انتگرال سطح گوس رو صفر میشه. وقتی انتگرال سطح گوس صفر یعنی بار در داخلی بعد چی باشه؟ صفر باشه. منفی کیو که خودم گذاشتم اینجا، پس بعد مثبت کیو هم اینجا باشه. حتما شما هم خواهید من برای چی؟ اینجا این بارا چه دندان نگرفتم؟ من دارم اصلا همین مثال رو همین چند دقیقه پیش برای همین زدم. نکنید دارم تأکید میکنم وقتی که شما در مورد شار صحبت میکنید از این سطح گوز، فقط بسته این داره که چشمه و چاهای داخلش داره. بارهای بیرونی میتونن میدان اینجا عوض بکنن و این کارو کردن قبلا و میدان یه صفر کردن برای بیرونی. شما هر سطح دلخواهی میشن در نظر گرفتیش، هر سطح بسته دلخواهی میتونه در بگیرید، ولی اگر سطح بدی در نظر بگیرید نمیتونید ازش اطلاعات در بیارید. چرا میدانی که اینجا صفره بعد دوباره صفر میمونه؟ بله؟ میدان ناشی از اینها دیگه صفر میشه به خاطر اینکه این تقارنی که این میدانی که صفر شد، شما اگر بخواید میتونید یه سطح گوس بینابین بگیرید، این همچه سطح گوسی در نظر بگیرید و نشون میده که اگه این میدان در اینجا صفره، در یکم صفره اون وقت، چون باری بینشون نیست، همینجا بیتونی پله پله برید جلو. سوال دیگه؟ خب بذارید حالا یه قضیه خیلی مهمی رو که ما تو این کلاس از فیزیک یک استفاده کردیم ازش رو الان ثابتش کنیم. حالا دیگه با قانون گوس و اون قضیه پوسته کروی همگنه. دو تا چیز داشتیم براش. اگر من یک پوسته کروی، اینو یادتون باشه در فیزیک یکم برای گرانش استفاده کرده بودیم، اگر یک پوسته کروی همگن داشته باشم که توی گرانش میگفتیم چگالی جرمی یک نواخت داشته باشه، توی الکتریسیته میگیم چگالی بار یک نواخت داشته باشه، دو تا شرط براش داشتیم، قضیه داشتیم. یکی این که میگفتیم در هر نقطه بیرون این پوسته مثل یک جرم یا بار نقطه‌ای رفتار میکنه و هر نقطه درونی هم میدان صفره. این قضیه رو من هیچوقت اثباتش نکردم توی این کلاس، قبلا اثبات نکردم، چون که در گرانش ضمن این که قانون گوس داریم، گفتم قانون گوس به خاطر توان دو تو مخرج میاد در نیرو که در هم گرانش هست هم در الکتروستاتیک،
زیر قانون گستری ولی چون مطرح نشده بود شما اونجا اثباتش نکردیم. الان با قانون گستری اثبات خیلی ساده میشه. میشه البته به طور انجاگیری میدان رو نوشت و حساب کردی کارم میشه کردش. ولی با استفاده از قانون گستری خیلی کار ساده میشه اثباتش. اثباتش چیه؟ من الان بار مثبت بار یک نواختی کیو دارم که بار کیو دارم که به طور یک نواخت تو این کره تقسیم توزیع شده. چون که بار یک نواخت من این دفعه نمیگم رسانه است، اگه رسانه باشه این شرط برقرار میشود، ولی اصلا کلا حتی برای نارسانه هم مهم نیست، فقط مهم که توزیع بار یک نواخت باشه. این بار به طور یک نواخت توزیع شده، یعنی که تقارن کروی سیستم در دورانی سیستم نمیشکنه، یعنی هر هیچ نقطه با هیچ نقطه دیگه فرقی نداره روی این کره. اگه چنین خاصیتی وجود داشته باشه به دلیل اینکه تقارن داره مساله، انتظار دارم میدان در هر نقطه خارج فقط در راستای شعاع باشه، چون که اگه در راستای شعاع نباشه حتما تقارن رو میشکنه، تقارن شکسته میشه. اگر زاویه داشته باشه تقارنی که من فرض کردم شکسته شده، چون سیستم داره تقارنه میدانم باید اون تقارن رو در خودش داشته باشه، پس میدان حتما به صورت شعاعیه. و نقطه دوم این که میدان حتما تابع فاصله باید باشه آر، چون که اگر من از این نقطه به این نقطه برم اگه فاصله مون یکسان باشه با دوران میتونم دو تا نقطه رو هم بندازم، ولی اگه فاصله یکسان نباشه نمیافتن رو هم دیگه. پس فقط اگر روی یک نقطه با فاصله یکسان باشم میدان ها نباید فرق کنم، میدان تا اندازش به تابع فاصله باشه. این اطلاعات به من میگه که اگه انتگراله برای یک سطح گوس حالا کروی به شعای آر، اگر من بیام میدان رو محاسبه کنم میدان فقط تابع آره، و چون که در راستای شعایی هست عمود بر سطح منم هستش، دبدر دی ای زاویه به کوسینوسش رو حذف کردم، کوسینوسش رو میشه یک. این عبارت ای تا چون که آر در همینجا ثابت هست انتگرال رو دارم روی سطح بسته میگیرم در بسته فی، ای آر بیرون میاد انتگرال، بس این میشه انتگرال ای آر ضرب در انتگرال دی ای، مقدار ای آر در انتگرال دی ای، دی ای هم انتگرال میشه مساحت این سطح گوس برابر است با 4 پی مساوی با 4 پی آر آر 2. این عبارت برابر بشه با باری که داخل این سطح گوس قرار گرفته که مجموع کل بار این کره است مقدار کیو تقسیم بر اپسیلون 0، و این نتیجه میشه که ای آر در هر نقطه برابر است با کیو تقسیم بر 4 پی اپسیلون 0 آر 2. یعنی اینکه میدان در خارج این کره مثل یک بار نقطه‌ای کیو که در نقطه به فاصله آر 2 نشسته باشه. اصلا مهم نیستش که این با الان باز شده، مهم نیستش دیگه، اثر میدان دقیقا مثل اون بار نقطه‌ایه. اینو ما قبلا توی الکترومکانیک هم در بخش گرانش استفاده میکردیم برای به دست آوردن گرانش یک جسم کروی. از اون طرف به دلیل باز تقارن همین حرف رو میشه در داخل هم زد، یعنی که در داخل هم میدان اگر وجود داشته باشه، اگر میدانی در داخل این کره باشه باید همون خاصیت رو داشته باشه، یعنی ای بر شعاعی باشه، و باز هم همین حرفا درسته. یعنی همه چیزایی که من گفتم در مورد تقارن میدان در خارج در مورد داخل هم هست، تقارنش خارج داخل فرقی نمی‌کنه. در داخل فرقش اینه که وقتی من ای دی آر رو می‌نویسم این عبارت از همون رابطه‌ای که اونجا به دست آوردم میشه، عبارت میشه ای ضرب در 4 پی آر 2. در داخل هم همین حرفه، فقط موضوع اینه که باید مساوی قرار بشنم با بار داخل این کره. بار داخل سطح گوس چقدره؟ صفره. پس نتیجه میگیریم که این مساوی صفر باشه، یعنی اینکه یک توزیع بار یک نواخت کروی در داخلش هیچ میدان الکتریکی ایجاد نمیکنه، یا توزیع جرم یک نواخت روی یک پوسته کروی در داخلش هیچ میدان گرانشی ایجاد نمیکنه، به دلیل اینکه باری در داخلش وجود نداشته، جرمی وجود نداشته داخل پوسته کروی. حالا با استفاده از این اطلاعات و همین محاسبه مشابه من میتونم میدان ناشی از یک حجم
باردار، یک نارسانای باردار که به طور یک نواخت در حجمش بارداره، یا معادلش فرق نمیکنه، میدان ناشی گرانشی ناشی از یک جسم کروی یک نواخت رو به دست بیارم، که این کار قبلا توی باز مکانیک برای جسم کروی برای میدان گرانشی کردید. پس من یک جسمی به شعاع آر، یک کره به شعاع آر دارم که این موجود دارای چگالی بار یک نواخت روه. اگه گرانشی بخواید حساب بکنید میتونید بگید چگالی جرم یک نواخت روه. و سوال اینه که میدان الکتریکی در فضا چگونه است؟ همین حرف رو من میتونم دوباره بزنم. در ماهیایی که آر بزرگتر از آر هست، این سطح گوسی که من میگیرم باز به دلیل همه اون تقارنهایی که گفتم برابر است، مقدارش برابر میشه با 4 ای مساوی میشه با 4 پی ای ضرب بشه ضرب ای آر ضرب در 4 پی آر 2 مساوی میشه با باری که داخل این کره هست که میشه کیو یا رو ضرب در 4 سوم پی آر 3 تقسیم بر اپسیلون 0. این به من میگه که میدان در خارج از، برای حالتی که آر بزرگتر از آر شعاع کره باشه، فاصلش بیشتر از شعاع کره باشه، میدان برابر است با 4 پی میذارم رو آر 3 تقسیم بر اپسیلون 0 آر 2. حالا اگر سطح گوس رو بیام در داخل بگیرم، این عبارت برای پس آرهای کوچکتر از شعاع کره، فواصل کوچیک از شعاع کره، این عبارت باز همونه، باز تقارن همه این حرفا رو دارش درسته. پس ای آر نتیجه فی برابر است با ای آر ضرب در 4 پی آر 2. فقط مهم اینه که باری که در داخل سطح گوس نشسته الان دیگه حجمیه که سطح گوس داره ضرب در رو، برابر است با بخشید این آر 3 بوده آیه 3 جواد نفتم، مرسی بابا، من کلمه 3 رو هی دارم میشنوم نمیدونم چی بود جواد نفتم، مرسی. 3 اینجا هستش رو ضرب در 4 سوم پی، این آر کوچیک میتوانسته چون که شعاع این حجمی که داخل این سطح گوس هست برابر خود سطح حجم سطح گوس میشه و در این حالت ای آر برابر میشه با این تقسیم اپسیلون 0 هم داره، باز 4 پی رو به طرف این میتونم بزنم، میشه رو ضرب در تقسیم بر 3 اپسیلون 0 ضرب در آر. اینا چیزهایی که قبلا شما داشتید توی مکانیکم، یعنی اینکه میدان در داخل سطح، در داخل میدان به صورت خطی رشد میکنه و در بیرون به صورت یک روی آر دو میفته. اندازه میدان اگه این محور محور میدان باشه، این محور محور فاصله باشه، میدان تا داخل هستی به صورت خطی رشد میکنه و در بیرون به صورت یک روی آر دو شروع به افت میکنه. این هم برای یه میدان کلی. بفرمایید. نه خود من باید بار رو حساب کنم نه حجم رو. باری که در داخل این موجود هست فقط توی این کره نشسته و بعد حجم این کره رو داره چگالیش بکنم تا بار به دست بیاد. این حجم کره است زد داره رو میشه بار موجود، بیرون از این دیگه باری وجود نداشت دیگه. برای بیرون مهم نبودش، بعد بار رو درده، این کل باره در واقع. وقتی که کره تو پر باشه، تو خالی اگر متقارن باشه، از در بیرون که هستید شما مثل یه دونه یک روی آر دو، مثل یک بار نقطه‌ای رفتار بشه برای شما. ولی اگر تو پر باشه در داخلش هم میدان غیر صفر هستش، اگه تو خالی باشه در داخلش میدان صفره. خب
این الان نشون میده که واقعا این قانونگاه چقدر میتونه توانا باشه برای حل مسئله های از این جنس. بذارید یه مثال دیگه، یکی دو تا مثال دیگه قانونگاه براتون بزنم. بفرمایید. قانونی بار وجود داشت. این رسانه نیست، این نارسانه است. ما بار توضیح بار یک نواخت باشیم داخل. خب داخل در مورد قانون گوس دوباره تأکید میکنم. قانون گوس همواره صحیحه، یعنی همواره شار گذرنده از یک سطح بسته، همواره شار گذرنده از یک سطح بسته برابر است با مقدار باری که در داخلش قرار گرفته. همیشه اینو داریم. همیشه شار گذرنده از یک سطح بسته مقدار باری که داخلش داریم. اینکه چه وقت میتونم ازش استفاده بکنم برای حل مسئله، یعنی برای حل مسئله به درجه میدان ای. اگر پس بذارید اینجور بگم، اگر میدان ای رو داشته باشید در فضا، همیشه با کمک قانون گوز میتونید بار داخلش رو به دست بیارید. همیشه هم درسته. قانون گوز قانون کل که هیچ وقت درش نقضی وجود نداره. ولی در مورد مسئله هایی که معمولا ما به کمک قانون گوز میخواییم میدان رو حساب کنیم، یعنی مسئله رو معکوسه، بار رو توضیح بار رو ما میدن، میگن میدان رو حساب بکنید. برای اینکه بشه از قانون گوس استفاده کرد، باید تقارن وجود داشته باشه تو مسئله، باید اطلاعات تو مسئله وجود داشته باشه تا بشه از یک معادله قانون گوس میدانی که در کل فضا توضیح شده رو به دست آورد. صفر نشد به خاطر اینکه داخل این کره توضیح بار یک نواخت حجمی داشت و در درونش الان بار وجود داره داخل این سیستم. نه این رسانا نیست، من دارم میگم کره غیر رسانا، نارسانا بودش. توضیح دست من توضیح رو یک نواخت کرده بودم. حالا من مسئله هایی که هست میتونم این کارو بکنم باشه، مسئله های خیلی زیادی نیستن. یعنی من مسئله های محدودی هستن که با استفاده از تقارن من میتونم میدان رو به دست بیارم. اینجوری نیست که بگید که حالا همه مسئله های دنیا رو میتونید شما حل کنید. متعدد مسئله های متقارنی که من میتونم برای شما به عنوان مثال بیارم و توی مسئله های کتابتون بدم خیلی محدود خواهم بودش که بشه از قانون گوس با تقارن استفاده کرد. یه مسئلهش همون کره بود، یه مسئلهش سطح تخت بود، یه مثال دیگه‌اش توضیح یک نواخت یک بودی باره، میله‌ای باره روی یک میله دراز به شدت بلند و نازک. ما یه دونه خط در واقع خط یک بودی بار داریم که بار به طور یک نواخت روش توضیح شده. بار به طور یک بودی روی این توضیح شده. میدان رو بخوایم برای این به دست بیاریم چیکار بکنیم؟ میدان ناشی از میله. این کارو باز توی فیزیک یک با روش انتیاگیری انجامش دادید. الان هم میتونید این کارو بکنید. یعنی من میتونم برای محاسبه تو با هم کتابتون تو بخش قبل هم این کارو کردید. یعنی چی؟ یعنی من میدان الکتریکی در یک نقطه از فضا به فاصله R از این موجودو میتونم با المانگیری محاسبه میدان ناشی از DQ، یه DQ در نظر بگیرم که برابر است با لامدا ضرب در دی اس، میدان ناشی از اینو اینجا حساب بکنم، میدان برداری البته یه دی ای به دست میاد، انتگرال بگیرم از این دی ای برداری، مقدار ای به دست میاد. کاری که شما تو بخش قبلی درستون کردید، مثالای شبیه اینو حل کردید، توی گرانش هم برای مسئله گرانشی هم مشابهش رو حل کرده بودید. حالا استفاده از قانون گوس من میخوام همین مسئله رو حلش بکنم. کسایی که قبلا این کار رو کردن، یعنی مسئله انتگرالیش رو حل کردن، میبینن که حالا چقدر مسئله ساده میشه اگه با قانون گوس این کار رو انجام بدن. با
باز به دلیل تقارن، چون که این میله بی نهایت بلنده، خط بار بی نهایت بلنده، میدان در هر نقطه از فضا باید نمیتونه به سمت بالا یا پایین باشه، چون بالا پایین نباید برای من فرق داشته باشه. من هر جایی باشم بالا پایینی وجود نداره، هر دو طرف بی نهایت بلنده، تقارن دارم. یعنی من اگر این سیستم رو حول نقطه تقارن آینه‌ای بدم، به چرخونمش به سمت بالا پایین، هیچی نباید عوض بشه وقتی که بی نهایت بلنده. این تقارن‌ها خیلی، درک تقارن‌ها خیلی مهمه. هر وقت شما تونستید یه تقارن رو پیدا بکنید که بر اساس اون تقارن مسئله‌تون عوض نشود، سولوشن‌های شما، حل‌های شما به مسئله هم نباید طبق اون تقارن‌ها عوض بشه. پس من اگر می‌دونم که برای خط بی‌نهایت بار بلند از هر نقطه من اینو بچرخونمش 180 درجه و چشمام ببندم و باز کنم قبل از این دورکار، با نمیتونم بفهمم اتفاق افتاده یا نیفتاده، پس تقارنی وجود داره. پس حلی که برای میدان دارم هم نباید این تقارن رو بشکنه. پس نمیتونه میدان من در یک نقطه فضا داره یه زاویه باشه با این، چون اگر اتفاق بیفته با چرخوندن فضا این محور تقارنش میشکنه. میفهمم که از بالا باید پایین متوجه تغییر میشم. پس میدان در هر نقطه از فضا حتما باید عمود بر خط بار باشه. میدان در هر نقطه از فضا باید حتما عمود بر خط بار باشه. حالا به چه از نظر فضایی به جا به جا بشن به چه پارامتری بستگی داره؟ مطمئنا اگر نزدیک و دور بشن به خط بار میفهمم، میتونم اندازه‌گیری کنم. ولی اگر در راستای موازی با خط بار جا به جا بشن، هیچ معیاری برای اینکه بفهمم کجا هستم تو این دنیا ندارم. این دنیای من بی‌نهایت بلنده، اگر این محدود بود میتونستم بفهمم که دارم به این نقطه نزدیک دور میشم، ولی چون بی‌نهایت بلنده این نقطه با این نقطه هیچ فرقی نمی‌کنه. پس میدان فقط باید تابع فاصله از خط بار باشه، تابع چیز دیگه‌ای نمی‌تونه باشه. پس باز میدان من شعاعی عمود بر خط بار و تابع فاصله است. این اطلاعات به من داره کمک میکنه بگه سطح گوس رو چگونه بگیرم. سطح گوس رو اگر بیام یک استواره به شای آر حول این خط بار بگیرم، چه خاصیت داره؟ بعضی از شما شاگردای ترم پیش من هستید، من این حرفو براشو زدم، ببخشید تکراریه، ولی بعضیتون جدیدید فکر می‌کنم. ناگهان شما 12 سال رفتید در دبیرستان، از مهد کودک تا دبیرستان 12-13 سال گذروندید و وظیفه معلماتون تو این 12 سال، حداقل من چند سال اول تو مهد کودک این بوده که یادتون بدن سر کلاس شروع بشید. وظیفه من فقط یادم اینه که به شما یاد بدم که فیزیک بهتون یاد بدم. نشستن سر کلاس درس رو من نباید به شما یاد بدم. هر کدوم از شما که با بغل دستتون حرف میزنید سر کلاس و کلاس رو متوقف میکنید، دارید کل سیستم آموزشی کلاس ما رو مختل میکنید و به همه دارید ظلم میکنید، به خاطر عدم چیزهایی که، عدم اطلاع و یا آموزش هایی که باید میداشتید. من واقعا دوست ندارم سر کلاس به یک دانشجوی 19 ساله بگم که ساکت باش، یا یادش بدم که سر کلاس وقتی میشینه چی رو بهت بشینه. این کار من نباید بکنم. من بهتون شما فقط فیزیکت، من بهتون شما قانون گوس یاد بدم. جلسه اول از اتون خواهش کردم که کسایی که احساس میکنن که این کلاس براشون کمه، حوصله‌شون سر میره و نمیتونن بشینن سر کلاس، در کلاس بازه، هر وقت دلشون خواست برن بیرون. حتی اگه میخواید بغل ازتون صحبت بکنید، برید بیرون با هم صحبت کنید و برگردید. ولی وقتی سر کلاس نشستید دانشجو باشید. خیلی متاسفم و معذرت میخوام از اون کسایی که رعایت میکنن که من همیشه در سر کلاس گفتم. واقعا من فکر میکنم همیشه گفتم حرفا یه مقداری توهین‌آمیزه و من واقعا معذرت میخوام، چه قصدی رو نداشتم. خب ما
من اگر خط باری رو داشته باشم الان با استفاده از تقارن هایی که صحبت کردم میدونم که سطح قوس باید چگونه باشه. سطح قوس من باید داره الان با این خاصیت که ای تابع فقط فاصله است، اگه سطح قوس استوانه‌ای بگیرم چند تا خاصیت خیلی خوب به دست میادش. یکی این که در روی سطوح بالا و پایین استوانه قاعده هایی که دارم میدان موازی سطح کوسینوس زاویه بین ای و عمود بر سطح صفر میشه، پس هیچ شاری از این دو تا سطح نخواهد گذشت، از سطوح بالا پایین نخواهد گذشت. پس برای محاسبه باز دوباره بیایم اما انتگرال کفی رو بنویسم، انتگرال رو سطح بسته تبدیل میشه باز به سه تا انتگرال، یکی دو تاش روی سطوح بالا و پایین، یکی روی سطح جانبی. روی سطح بالا و سطح پایین به دلیل اینکه میدان موازی سطح هست، موازی خود سطح یا عمود بر بردار عمود بر سطح هستن، این دوتا عبارت صفره، هیچ شاری از این دوتا سطح نمیذاره. این دقیقا مثل اون قابیه که من حرکت دادم وقتی که زاویهش به گونه‌ای بودش که با جریان هوا که هیچ باری ازش هوای از داخلش نمیذاشت. الان در میدانی که من در این جهت دارم هیچی از داخل این سطوح نخواهد گذشت. در مورد سطح جانبی من بعد حالا اینو حساب بگم، پس این انفی برابر میشه با انتگرال روی سطح جانبی ای ضرب در دی ای. ای چیه؟ میدان روی سطح جانبیه که خوشبختانه مقدارش فقط تابع آره و من چون که سطح گوسمو به شعای ثابت آر گرفت، یه دونه استوانه گرفتم به شعای آر، این مقدار ثابته، اندازش میاد ثابته ولی راستاش ثابت نیست. اینجا نکته مهم اینه، من اینو نمیتونم، این مقدار این تابع اندازش ثابته بخشید این بردار ولی راستاش ثابت نیست، راستاش داره توی این فضا میچرخه. پس یک کمیت ثابت نیست که از انتگرال بیاد بیرون. ولی نکته‌ای که وجود داره توی این مسئله اینه که همواره ای ضرب در دی ای در یک ای و دی ای در یک راستا، یعنی اگر اینو من بازش کنم و به صورت نقطه بنویسمش، عددی بنویسمش، در کوسینوس زاویه تتا، کوسینوس زاویه تتا همواره صفره و این عبارت یکه. حالا در شکل عددیش ای آر دیگه مقدار ثابتی، اندازش یه اندازه ای آر ثابته، از این انتگرال میاد بیرون، این میشه ای آر ضرب در انتگرال دی ای، که انتگرال دی ای هم میشه مساحت جانبی سیستم هستش، دو پی آر ضرب در این طول، دو پی آر ضرب در ال، و این عبارت بعد برابر باشه با مقدار باری که داخل این سیستم نشسته، کیو، که کیو هم میتونم بنویسمش لامدا چگالی بار ضرب در ال تقسیم بر اپسیلون صفر، که این ال از طرفین میره، از اینجا مقدار میدان الکتریکی به دست میادش. میدان الکتریکی حول یک خط با طول بی نهایت با چگالی بار لامدا به صورت یک روی آر کاهش پیدا میکنه، به صورت یک روی آر کاهش پیدا میکنه، جهتش هم که با تقارن ها ما دیدیم چی هستش. خب آخرین مثالی که من میخوام در مورد این سطح گوس بزنم، مثالی که بعدها خیلی بهش نیاز دارم، بهش باش برخورد خواهم کرد و یه مقدار زیادی فیزیک درش وجود داره، بذارید من شروع کنم به طور اگه من
یک جسم نارسانا داشته باشم، صفحه نارسانا با توزیع یک نواخت بار سیگما. دیدیم که میدان در دو طرف این سیستم مقدارش از قانون گوس در آمدش برابر سیگما تقسیم بر 2 اپسیلون 0. این در این جهت، این طرف در این جهت، سیگما تقسیم بر 2 اپسیلون 0. حالا اگر یک سطح دیگه داشته باشم که روش بار منفی سیگما وجود داشته باشه، هر دو اینها رو در فضا داشته باشم، از برهمنهی میتونم استفاده بکنم. اینجا میدان میشه به سمت بار منفی هستش سیگما رو 2 اپسیلون 0، اندازش میشه سیگما رو 2 اپسیلون 0، جهت فشاری معکوس میشه به سمت داخل، این طرف هم به طرف داخل سیگما روی 2 اپسیلون 0. توجه کنید که برای بار صفحه‌ای، برای صفحه بسیار شدت بلند، میدان به فاصله بستگی نداره، یعنی میدان این صفحه در اینجا هم همون مقدار دوباره، میدان این صفحه در همه جای فضا همین مقداره. پس من اگه میدان در اینجا بخوام حساب بکنم ناشی از بار مثبت، این مقدار همون مقدار رو خواهد داشت که اینجا داره، و برای بار منفی هم اگه بخوام حساب بکنم در اینجا همین مقداری که اینجا داره خواهد داشتش. برهمنهی اینها به من میگه که میدان در فضا در اینجا صفر خواهد بود، در اینجا صفر خواهد بود، و در این وسط میدان برابر است با سیگما تقسیم بر اپسیلون صفر. در وسط سیگما تقسیم بر اپسیلون صفر. این آرایش رو من اگه به جای دو تا نیمه رسانا با دو تا رسانا هم انجام میدادم به همین جواب میرسیدم. فرقش رسانا اینه که رسانا ها خودشون توزیع بارش رو به هم میزنن، ولی در نهایت به همین ساختار میرسن. یعنی اگر این دو تا سطح، رسانا می بودن، باز هم به دلیل اینکه بارهای مثبت و منفی همدیگر جذب میکنن، مثبت و منفی می دادن سمت همدیگه، و بعد میدان در داخل این رسانا، بعد میتونستم بگیرم که اون ور که بار ندارم، بعد تو یه ذره سطح گوس هم بردم داخل رسانا که میدان صفره، میفهمدم که هیچی وجود نداره، مقدار سیگما روی اپسیلون صفر رو دست میابردم به راحتی اینجا. یعنی این که برای یک دو سطح رسانای بلند که بارشون یکسان نیست هم همین حرف درست در میاد، ولی فرقش اینه که در رسانه ها خودشون توزیع بار رو با این سم میبردن و این اتفاق میافتادش. این آرایشیه که بعدها ما وقتی که خازن رو درس بدیم می‌بینید که خیلی کاربرد برام داره، یعنی که با دو تا سطح رسانا اون چیزیه که کاربردش توی خازن خیلی آشناست، ولی مهمتر از اون در آزمایشگاه‌های فیزیک کاربرد خیلی زیاد داره. در واقع یکی از ابزارهاییه که شما در یک ناحیه از فضا میتونید میدان یک نواخت الکتریکی درست بکنید. من میتونم در یک ناحیه از فضا اگر بخوام میدان یک الکتریکی یک نواخت داشته باشم، با این ابزار میتونم میدان الکتریکی یک نواخت داشته باشم. این ابزار در لامپ تصویرهای قدیمی تلویزیون، در اسیلوسکوپ ها، همه جا استفاده میشه در برای تغییر دادن جهت حرکت الکترون ها توی میدان یک نواخت. اگه یه الکترون وارد این سیستم بکنم، من توی در اثر میدان یک نواختی که وجود داره بهش یک نیرو وارد میشه و این شروع میکنه یه حرکت منحنی انجام میده. چه حرکتی انجام میده؟ چون که میدان یک نواخته، حرکت یک گلوله جسم باردار در داخل این تحت تأثیر نیروی ثابت قرار میگیره و این دقیقا حرکت یک پرتابه است در روی سطح زمین. چون به یک پرتابه در سطح زمین هم فرض کردیم که میدان گرانشی داره یک نواخته، همه جا میدان گرانشی ما جیه، ثابت گرانش همه جا جیه و در سمت پایین هستش. در نزدیکی زمین میدان یک نواخته گرانشی داریم، حرکت پرتابه داشتیم. در مورد این جسم هم چون که میدان یک نواخت الکتریکی دارم، مینیرو مقدارش ثابت میشه. توی روابط قانون نیوتن که بنویسمش، قوانین نیوتن، F مساوی میشه این دفعه برابر MA، F برابر است با Q بار این الکترون، حالا ضرب در میدان، مقدار ثابتی برابر MA. از اینجا شتاب جسم مقدارش، چون که ای مقدار ثابتیه و جهتش تغییر نمی کنه توی این مدت فضا، بعد در جا مقدارش هم عوض نمیشه،
ای مقدار ثابتی به بردار ای مقدار ثابتی به من خواهد دادش که برابر است با ام تقسیم بر ام ببخشید کیو تقسیم بر ام ضرب در ای کیو تقسیم بر ام ضرب در ای و من اینجا دقیقا مثل یک جسمی دارم که در واقع کیو ثابته جی ام ثابته ای هم ثابته پس یک حرکت با شتاب ثابت دارم و من قبلا گفتم به شما تو کلاس پیش به شما گفته شده که حرکت با شتاب ثابت همیشه حرکت پرتاب است هر وقت شما حرکت با شتاب ثابت داشتید حتما در یک بیش از یک بود در بیشتر از یک بود حالا در یک بود هم باشه معنیش چیه دیگه بازم پرتاب است ولی سقوط آزاد از جنس سقوط آزاده حرکت با شتاب ثابت همیشه حرکت پرتابیه این رابطه خیلی مهمیه توی فیزیک توجه کنید که در واقع یکی از کارهایی که شما تئوری پیش کردید این بود که به قانون نیوتن یاد باش آشنا شدید و دیدید که میتونید حرکت یک جسم رو با داشتن نیرو به دستش بیارید بررسی کنید چیزی که الان شروع کردیم تو این ترم اینه که کیو برای نیرو فقط نیروهای که من به جسم نیرو وارد میکنم با تناب میکشم اینا نیستش نیرو میتونه از به شکل الکتریکی وارد بشه به جسم که بعدا میبینید مغناطیسی میتونه وارد بشه و توی این رابطه بالا من میتونم مقدار نیرو رو بذارم از نیرو الکتریکی در واقع این یه جوری بخش الکتریسیته و مکانیک دارم هم قاطی میشه الکترومکانیک گفته میشه بهش و اینجا این نسبت کیو ام همیشه سر کلش ظاهر میشه و این جالبه بدونید که قبل از اینکه ملیکان آزمایش بتونه انجام بده و بار الکتریکی الکترون رو اندازه‌گیری کنه به واسه آزمایش گفتیم قطره‌اشو داریم میاد پایین همه آزمایش‌های دیگه‌ای که مردم انجام داده بودن برای اندازه‌گیری بار الکترون در واقع هیچ وقت نتونستن بار رو اندازه‌گیری کنن نسبت کیو ام رو میتونن اندازه‌گیری کنن خیلی ساده شما با یه دونه اسیلوسکوپ میتونید این کار رو انجام بدید کیو ام یعنی شما میتونید مقدار حرکت پرتاب ذره از اینجا پرتاب میشه میاد تا از این خازن خارج بشه میاد در واقع در اسیلوسکوپ داستان این گونه است اتفاقی که میفته اینه که یه خازن دارید که خیلی کوچیکتر از این ابعادی که من پایتخت کشیدم و یک لامپ تصویر دارید الکترونی وارد این سیستم میشه و توی اینجا در اثر این نیرو شتاب میگیره و بعد میخوره به یک لامپ تصویر که این فاصله مشخصه اینجا هم دیگه حرکت یک نواخت هستش پس شما با اندازه گیری مقدار جابجایی رو صفحه اسیلوسکوپ میتونید به راحتی بفهمید که الکترون با از کجا خارج شده و این انحراف الکترون یا مسیر حرکت الکترون رو به دست بیارید مسیر حرکت الکترون رو به دست بیاریم در حقیقت تونستیم کیو ام رو به دست بیاریم شتاب اندازه گیری کردیم اندازه گیری شتاب با کیو ام رو میده و من میتونم کیو ام رو به دست بیارم پس آزمایش های خیلی زیادی وجود داره که نسبت کیو ام رو به ما میده حالا یه مثالشه مثال های دیگه هم وجود داره که ما نمیتونستیم به طور خاص بگیم بار الکتریکی الکترون چقدره جرمش چقدره شاید نزدیک 100 سال طول کشید تا آزمایش میلیکان تونست کیو رو بده حالا ما میفهمیم که کیو دادن کیو در آزمایش میلیکان چقدر ارزش داره چون که یه چیز دیگه کمیت خیلی مهم دیگر هم به ما داره معرفی میکنه چیه؟ جرم الکترون آزمایش میلیکان فقط کارش این نیستش که بار الکترون رو ما میده آزمایش میلیکان جرم الکترون هم به ما میده به محض اینکه بارش مشخص بشه جرمش هم مشخص شده تا قبل از اون نسبت ما میدونستیم خب سوالی اگه هست در مورد این قسمت بپرسید از من یه عکس خیلی جالبی توی کتابتون هست که اگه کتاب فایلش داشته باشید کتاب رنگی رو داشته باشید این عکس وضوح بیشتری داره توی سیاسه بیدش خیلی واضح نیست یک خانومی که توی عکس که موقع عکس گرفتن تو کوهستان موهاش به صورت باز ایستاده این عکس خیلی عکس مهمیه به خاطر اینکه اگه بدونید که در چه شرایطی این خانم واسطه مو به تن شما هم سیخ میشه چون که واقعا این اتفاقی که براش افتاده مثل دیدن اسرائیل میمونه نه من جدی میگم یعنی اینکه این فرد به احتمال خیلی زیادی
میتونسته یه سائقه همون لحظه بخوره رو سرش. اتفاقی که تو این عکس افتاده اینه که یک سائقه بعد اون لحظه میخورده به سر این و این خیلی شانس آورده، یعنی در لب مرز حالتی بوده که میتونه سائقه به سرش بخوره. و این داستان این گونه است که وقتی که ابرها روی آسمون حرکت میکنن در اثر اصطکاک با هوا باردار میشن و دلیل اصلا درست شدن رعد و برق و سائقه باردار شدن ابرهاست. ابرهای با بار مخالف اگه به هم دیگه بخورن سائقه رعد و برقای رو آسمون شما ظاهر میشه میبینید، ولی سائقه وقتی اتفاق میفته که این ابر به باردار به نقاطی از زمین نزدیک میشه و وقتی که به نقطه از زمین نزدیک میشه در اثر میدان الکتریکی که ایجاد میکنه و زمین تقریبا مثلا زمین مرطوب تقریبا برای ابعاد رساناست بارش میتونه جابجا بکنه زمین که مرطوب هم باشه، وقتی که ابر بارداری یا مثبت یا منفی در نزدیکی زمین قرار بگیره اینجا رو هم زمین رو باردار میکنه، بارها رو میره سمت خودش و وقتی بار سمت این نقطه بیاد یک میدان قوی شبیه همین چیزی که من اینجا کشیدم درست میشه در بین ابر و زمین. هوا به طور عادی یک جسم نارساناست و جریان الکتریکی از خودش عبور نمیده، ولی وقتی که یک جسم باردار در نزدیکی یک جسم خونسا مثل یک اتمی که یه دونه هسته و یک سری الکترون داره در داخل یک میدان الکتریکی قوی قرار بگیره به نیروی هسته و الکترون‌هاش نیروهای متفاوتی وارد میشه و باعث میشه که اینها از همدیگه فاصله بگیرن و اگه این میدان خیلی شدید باشه میتونه الکترون رو جدا کنه از هسته و یونیزه کنه اینها رو. اون موقع شما یک یون منفی با الکترون خواهید داشته شبیه الکترون منفی و یک یون مثبت دارید که هر دوشون میتونن جریان الکتریکی ایجاد بکنن. حالا به این اتفاق وقتی که بیفته شما جرقه میبینید. اصطلاحا وقتی که من دستم اگه دستتون رو باردار کنید و نزدیک یه دیوار فلزی بکنید رو زمین روی کافیه که یک نایلون بدازید کف باتون رو نایلون راه برید و یا جوراب نایلونی داشته باشید دستتون به یک فلزی یا پشت گردن دوستتون نزدیک بکنید اگه یکی بخواد شیطنت بکنید و نزدیک اون اتفاق وقتی دستتون هر چقدر نزدیک میکنید این میدان قوی و قوی تر دارید میکنید و نزدیک کردن این جزئیات به هم دیگه و وقتی که میدان از یه حدی قوی تر شد اتفاقی که میفته هوا یونیزه میشه. به این نقطه میگن نقطه شکست نقطه شکست هوا الکتریکی هوا در بستگی به میدان داره، چون که هر چقدر اینا نیرویی که جدا شده اینا بستگی به مقدار میدان داره که اینا چقدر هم جدا بشن. میدان‌های نزدیک مگان نیوتن بر کلون، یعنی چند برای هوا نزدیک 2 میلیون نیوتن بر کلون که واحد میدان بودش، اگر این میدان ایجاد بشه هوا میشکنه و وقتی که هوا بشکنه یونیزه بشه اون وقت شما سائقه خواهید داشتش. سائقه وقتی ایجاد میشه این عکس وقتی که در اتفاق میفته نشون میده که اون خانم دقیقاً در جایی ایستاده که باردار بوده، بدنش باردار شده و هر لحظه امکان داشته سائقه بخوره روی سرش. یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که بعد من در آینده توی این کلاس براتون اثباتش میکنم، وقتی که شما یه سطح رسانا داشته باشی مقدار چگالی بار نزدیک نقاط نکتیز همیشه بیشتر خواهد بودش. نزدیک نقاط نکتیز بیشتر خواهد بود و چون که میدان الکتریکی در نزدیکی رسانه نسبتش سیگما ای بود، اگه چگالی بره بالا میدان در اونجا بالا میره، همیشه در نقاط نکتیز شانس این که میدان بشکنه اون یونیزه بشه و اون جرقه از جزده بشه بیشتره. پس برای همین روی ساختمان‌های خیلی بزرگ برقگیر میذارن که میدان الکتریکی خیلی بالا رو، یعنی در واقع رو ساختمان‌های بزرگ برقگیر می‌ذارن که میدان الکتریکی خیلی بالا رو اون نوک ایجاد می‌کنن
و خیلی قبل از اینکه میدان خیلی قوی بشه اینجا، بار زیادی جمع بشه اینجا، به شکست اتفاق بیفته و با جرقه های خیلی کوچیک تخلیه بشه این بار. یعنی کار اصلی برقی، درسته برقی یکی از کاراش اینه که اگه سائقه به جای ساختمون بخوره به این بخوره و جریان از اینجا وارد زمین بشه، یکی از کارهای مهمش اینه که جلوی اصلا سائقه رو بگیره تا جایی که میتونه. چون قبل از اینکه میدان خیلی قوی بشه سائقه بزرگ بزنه، با سائقه کوچیک میدان بار رو تخلیه کنه اونجا و دائما در حال تخلیه بار هستش. خب خسته نباشید.